رومیان پیروز می شوند و دل مؤمنان شاد خواهد شد. این ترجمه ای از آیه قرآنه. زمانی که شاهنشاهی ساسانی روم رو تو یک جنگ بزرگ شکست داده، پیامبر اسلام با این آیه به مؤمنانش وعده میده که ناراحت نباشید، ایران به زودی شکست میخوره و قلب همه ما شاد میشه. اما چرا مسلمونای شبه جزیره عربستان از شکست ایران قلبشون شاد میشه و چرا طرفدار رومی ها هستند؟ به کلاغ مدیا خوش اومدید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم دوست داشتید ممنون میشیم لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. وقتی قرار نظر پیامبر اسلام و اعراب اون زمان رو درباره ایران بدونیم، باید اول بریم سراغ موقعیت جغرافی و اقتصادی اونا، ببینیم اون زمان چه روزگاری داشتند و ایران ساسانی چه نقشی تو زندگیشون داشته. 15 قرن پیش شبه جزیره عربستان وطن قبایل عرب پراکنده‌ای بود که با سختی تو چادرها یا زیر سقف آسمون زندگی می‌کردند. مردمانی که به آبگیرها و چشمه‌های کم آب قانع بودند و درآمد زیادی نداشتند. تو اون روزگار، یعنی قبل از اومدن پیامبر اسلام، این منطقه دین همگانی نداشت که همه مردمان به یک خدا باور داشته باشند. هر قبیله اله یا ایزد ویژه‌ای برای خودش داشت که نماد یا مجسمه‌ای از اون داخل زیارتگاهی درون شهر مکه نگهداری می‌شد. این زیارتگاه به دلیل شکل مکعبیش به کعبه معروف شده، همین کعبه‌ای که امروز هم وجود داره. مردمان قبایل مختلف این منطقه این زیارتگاه یا همون کعبه رو محلی کرده بودند برای زیارت و گرد همایی سالیانه‌شون، مراسمی که بهش حج می‌گفتند. زائران این زیارتگاه اونجا رو خانه خدایان خودشون میدونستند و وقتی برای حج به مکه میرفتند دور کعبه طواف میکردند و مراسم خاصی به جا میآوردند. شاعران تو این ایام بهترین اشعار خودشون رو میخوندند و بهترین شعرها هم روی پوست یا برگ پهن و خشکیده گیاهی نوشته میشد و اونها رو روی دیوار زیارتگاه مکه آویزون میکردند. به این اشعار معلقه میگفتند که به معنی آویخته شده بود. شغل تولیت یا پرده‌داری هم تو اون دوران شغلی محترم و پولساز بود که برای پرده‌دار قدرت زیادی به همراه می‌آورد و داستان ما درباره تنفر مسلمونا از ایران از همین شغل شروع میشه، از حدود 2000 سال پیش که این شغل به یک عرب قدرتمند به نام عبد مناف رسید. مناف دو پسر داشت به نامهای هاشم و عبد شمس که فرزندان اونا بعدها به نامهای بنی هاشم و بنی امیه در تاریخ مشهور شدند. نام خاندان بنی امیه در واقع به فرزند عبد شمس برمیگرده که امیه نام داشت. با مرگ مناف و تو شرایط پیچیده‌ای که دقیق مشخص نیست و باید بیشتر بررسی بشه، پرده‌داری کعبه به بنی امیه رسید. پس بنی هاشم هم مجبور شد به کارهایی مثل چوپانی و امثال اون بپردازه. تو این دوران حوادث مهمی تو سرزمین‌های شمالی شبه جزیره عربستان اتفاق افتاد، یعنی جاهایی مثل عراق، سوریه، ترکیه، فلسطین، اسرائیل و لبنان امروز، اتفاقهایی که ساختار و چهره شهر مکه و کل شبه جزیره عربستان رو تغییر داد. باید کمی در زمان به عقب بریم. تو فلات ایران وقتی اشکانیان بالاخره موفق میشن جانشینان اسکندر یا همون سلوکیان رو شکست بدند و دوباره شاهنشاهی ایران رو بازسازی کنند، نیروی قدرتمندی به نام روم در منطقه ظهور پیدا میکنه که حاکمیت بخش‌های غربی سوریه و عراق تا کناره‌های دریای مدیترانه رو به دست داشت، یعنی مناطقی که قبلا تحت تسلط هخامنشیان بود. در دوره هخامنشی ایران به کمک شاهراهی که بعدها اون رو جاده ابریشم خوندند، از شرق یعنی چین و ماچین تا اروپا راه بازرگانی داشت و بازرگانان مختلف تو این شاهراه بین چین و اروپا در رفت آمد بودند. از اونجا که هر شاهراهی با خودش رونق اقتصادی و رفاه مادی میاره، این جاده هم شاهرگ اقتصادی مهمی شد که در سراسر مسیر خودش شکوفایی و رونق به وجود آورده بود. اما در دوره اشکانیان و با حضور نیروهای رومی تو غرب خاورمیانه، منطقه شاهد جنگ‌هایی بین ایران و روم شد که تا قرن‌ها ادامه پیدا کرد.
حتی وقتی حکومت ایران دست به دست شد و ساسانیان جانشین اشکانیان شدند، جنگ های ایران و روم برای تملک سرزمین های خاورمیانه همچنان شعله‌ور باقی موند. حالا برگردیم به مکه و عبد مناف که پرده دار کعبه بود. دوران زندگی مناف همزمان با پادشاهی خسروی اول ساسانی ملقب به انوشیروان بود که قدرتمندترین شاه این سلسله محسوب می شد. با مرگ انوشیروان و شروع پادشاهی پسرش هرمزد چهارم باز هم شعله جنگ دیگه‌ای بین ایران و روم بالا گرفت. نتیجه مهم جنگ های دو امپراتوری شرق و غرب اون روزگار از رونق افتادن جاده ابریشم بود. ایرانیان برای بستن راه اقتصادی رومیان مسیر جاده ابریشم به روم رو بسته بودند و تاجران دچار مشکل شده بودند. بسته شدن این راه رومیان رو وادار کرد تا به جستجوی راهی تازه برای بازرگانی بگردند. اونها مسیری رو پیدا کردند که به شکوفایی اقتصادی تو شبه جزیره عربستان کمک کرد. بازرگانان از شرق عالم اون روزگار برای رسیدن به روم بارهای خودشون رو با کشتی‌ها از اقیانوس هند به بندر یمن در جنوب غربی شبه جزیره عربستان می‌رسوندند و از اونجا با کاروان‌های شتر به سمت شمال می‌رفتند که طبیعتاً از شهرهای طائف، مکه و یثرب می‌گذشتند. این کاروان‌ها بعد از گذر از این مناطق از غرب سوریه به اورشلیم و بنادر لبنان و شرق مدیترانه می‌رسیدند و از اونجا هم با کشتی‌ها به اروپا می‌رفتند. به این ترتیب رومی‌ها بدون اینکه قدم به قلمرو شاهنشاهی ساسانی بذارند به شرق دور وصل می‌شدند. ایجاد راه یمن اورشلیم باعث رونق مناطقی مثل مکه شد. هم به دلیل گذر کاروان‌ها و مسیر تازه تجاری، هم به خاطر زیاد شدن شغل، چون رومیان مجبور بودند برای انجام کارهای خودشون از نیروی کار محلی استفاده کنند. به این ترتیب، اعرابی که به استخدام رومیان در می اومدند، وضعیت اقتصادی بهتری پیدا می کردند که تا اون زمان ازش بی بهره بودند. اولین کسانی که تو شبه جزیره عربستان به فعالیت تو این کارها مشغول شدند از طبقه فقیر و فرودست جامعه بودند. پس طبیعی بود که صاحبان کعبه یعنی بنی امیه کاروانداری رو دون شأن اشرافیت مکه می دونستند. به خصوص که این کار برای رفع نیاز رومیان انجام می شد، ولی اشرافیت مکه خودش رو دست نشونده شاهنشاهی ایران می دونست. پس می ترسید مورد غضب شاهان ساسانی هم قرار بگیره. اما این نوع نگاه به کاروانداری زیاد دوام نیاورد. شغل پردرآمدی بود که نمیشد ازش گذشت. پس کم کم خاندانهای ثروتمند دیگه‌ای هم دست به کار حمل و نقل کالا برای رومیان زدند و به ثروت رسیدند. یکی از این خانواده‌ها خاندانی بود که خدیجه در اون به دنیا اومد. خاندانی که به خاطر ثروت و قدرتش امیرالقریش لقب گرفته بود و گفته شده تعداد شترهای کاروانهای اونا از مجموع شترهای همه کاروانداران دیگه بیشتر بوده. گسترش کار کاروانداری باعث شد تا اشخاص جدیدی هم به استخدام کارواندارها در بیان و اینجا بود که مردان خاندان بنی هاشم هم تصمیم گرفتند اشرافیت فقر زده خودشون رو کنار بذارند و به کار کاروان سالاری برای رومیان مشغول بشند. عبدالله یکی از ده پسر عبدالمطلب ابن هاشم از اعضای این خاندان بود که به کار تو کاروانهای عرب ثروتمند مشغول شد. اون تو سال 570 میلادی در بین راه اورشلیم و مکه مرد، در حالی که همسرش آمنه فرزندی رو در شکم داشت. اسم این فرزند رو محمد گذاشتند که 6 ماه بعد از مرگ پدر به دنیا اومد و به دست پدر بزرگش عبدالمطلب سپرده شد. اما عمر پدر بزرگ هم کفاف نداد و محمد رو به دست عموش ابی طالب سپردند که درآمدش از راه کاروان سالاری به دست می اومد. محمد که کودکیش رو در کار چوپانی گذرونده بود، از نوجوانی پیش عموش مشغول شد و در کار حمل و نقل تجربه زیادی به دست آورد. شاید از همون سنین با کاروان عموش سفرهای متعددی به سوریه و اورشلیم رفته و با کارفرمایان رومی هم آشنا شده. برای همین از تهدید دائم ایران برای بازپسگیری سرزمین‌های غرب خاورمیانه از رومیان آگاه بوده.
میدونیم که محمد تو سن 22 سالگی به وسیله عمو و سرپرستش به خدیجه معرفی میشه و به عنوان جوانی قابل اعتماد به استخدام این زن ثروتمند در میاد. زنی که در اون زمان 37 ساله بود و مرگ سه شوهر رو به چشم دیده بود. محمد ابن عبدالله رو به عنوان یکی از مسئولان کاروانهای خدیجه استخدام می کند و به زودی رهسپار سوریه و اورشلیم در شمال و یمن در جنوب مکه میشه. نمیدونیم محمد تو این سفرها که از 22 تا 38 سالگیش ادامه داشته با چه کسانی آشنا شده و چه تجربیاتی کسب کرده، اما میدونیم که در این سفرها به پیوند اقتصادی کاروانداران شبه جزیره با رومی ها پی برده و خطر ایرانی ها رو برای کار خودشون و همه اعراب درگیر در کار حمل و نقل فهمیده. از طرفی با کشیش ها و خاخام های سوریه و فلسطین و یهودی گفتگو داشته و با تورات و انجیل هم آشنا شده. 3 سال بعد از استخدام شدن در کاروانداری خدیجه، این زن ثروتمند دل به محمد 25 ساله میبنده و به اون پیشنهاد ازدواج میده. در پی این وصلت، محمد جزئی از پایگاه اجتماعی خدیجه و بقیه کاروانداران ثروتمند مکه میشه. اون چه تو خاندان خدیجه و پسر عموهاش میگذشته اونقدر روشن نیست، اما بر اساس دانسته های کمی که در این مورد داریم میتونیم بگیم که به نظر میرسه این کاروانداران نمایندگان برقراری نظم نوینی بودند که با نظم سنتی و قبیلهی اعراب شبه جزیره و اشرافیت مکه به ریاست بنی امیه همخونی نداشته. حتی گفته شده افرادی از خاندان خدیجه به زیارتگاه کعبه بی اعتنایی کرده و پیرو دینی یکتا پرستانه به نام حنیف بودند و خودشون رو از نسل ابراهیم پیامبر می دونستند. به نظر می رسه که چون بنی هاشم با این قشر نوخاسته منافع مشترکی داشته و از اون طرف با بنی امیه هم دشمنی دیرینه داشته، باعث شده که بین کاروانداران مکه و کاروان سالاران هاشمی مکه نوعی دوستی و پیمان به وجود بیاد. به هر حال اشرافیت سنتی مکه یعنی بنی امیه دل با ایرانیان داشت و از حرکات ثروتمندان نوکیسه کاروان‌دار که با رومیان کار می‌کردند بسیار می‌ترسید. محمد ابن عبدالله در اواخر دهه سوم عمرش رفته رفته دست از کار میکشه و بیشتر به خلوت میره. گفتند اهل ریاضت و مراقبه بوده و روزهای طولانی تو غاری به نام حرا تو کوههای اطراف مکه به تنهایی وقت میگذرونده. خبرهای بازمونده از اون روزگار اینطور میگن که محمد در 40 سالگی یعنی 19 سال پادشاهی خسرو پرویز ساسانی روزی لرزان و عرق کرده از کوهستان به خونه میاد و به خدیجه خبر میده که جبرئیل فرشته اعظم الله بر اون ظاهر شده و اطلاع داده که الله اون رو به رسالت خودش برگزیده. اون زمان الله یکی از خدایان مهم کعبه بود و به همین دلیل هم اسم پدر محمد رو عبدالله گذاشته بودند. اما چگونگی تبدیل این خدای اعظم به الله مجرد و یکتای قرآنی مسئله ایه که میشه نقش سفرهای محمد و برخوردش با حنیفیان رو در اون پررنگ دید. احادیث میگن که خدیجه بلا فاصله از این خبر استقبال میکنه و نخستین کسی میشه که به اسلام روی میاره. بعد از اون هم پسر عموی محمد یعنی علی پسر ابی طالب که 10 سال است پیامبری اون رو میپذیره. اطرافیان محمد تا 3 سال این موضوع رو برملا نمی کنند و در واقع به صورت زیرزمینی یارگیری کرده و اشخاص مناسب رو به پذیرش پیامبری محمد ابن عبدالله فرا می خونند. سال 4 که این دعوت علنی میشه، بلا فاصله واکنش بنی امیه رو که پردهداران کعبه و رؤسای مکه بودند برمی انگیزه. علت این واکنش روشنه. کافیه به جمله مشهور لا اله الا الله توجه کنیم. شعاری که میگه هیچ الهی جز الله نیست. این جمله در اصل حرف اصلی یک جنگ اقتصادیه. جنگی بین قشر کارواندار و کاروان سالار با اشراف سنتی مکه که تولیت کعبه رو داشتند. اشرافیت مکه حافظ وضع موجود بوده که اقتصادش با محوریت زیارتگاه بودن مکه میگذشته. اما حالا یکی از اعضای بنی هاشم و همسر بزرگترین کارواندار مکه همه ی اله ها رو رد میکنه تا الله خودش رو جانشین اونا کنه.
آیا اشراف مکه تو این ماجرا به وجود توطئه‌ای رومی زنین شده بودند و در عین حال فکر می‌کردند خاندان بنی هاشم با اعلام پیامبری یکی از اعضای خودشون قصد دارن رشته امور رو از دست اونا بگیرند؟ نمیدونیم، ولی هرچی که بوده خیلی زود دودمان و خانواده محمد و معدودی از مکیان که به پیامبری اون ایمان آورده بودند به محلی خارج از مکه به نام شعب ابی طالب تبعید میشند و اجازه رفت و آمد به مکه از اونا سلب میشه. محمد اما بعد از ناامیدی از تبلیغ دین خودش تو مکه مسلمونا رو تشویق میکنه که برای تبلیغ اسلام به مناطق مختلف برند و به این ترتیب تعداد مسلمانان غیر مکی افزایش پیدا میکنه. محمد موفق میشه برخی از اعضای دو قبیله عرب رو تو شهر یثرب مسلمون کنه، یعنی همون جایی که بعدها مدینه نام گرفت. دوران تبعید محمد و مسلمونا مصادف بود با پیروزی های پی در پی ارتش ایران تو خاورمیانه. شهرهای سوریه، آناتولی و فلسطین یکی پس از دیگری سقوط می کردند. سال 618 میلادی خبر می رسه که رومیان از ایران شکست سختی خورده و راه های رفت و آمد به سوی شمال هم بسته شده. به راحتی میشه هراس و اندوهی رو که بر ساکنان شعب ابی طالب حکم فرما شده بود مجسم کرد. تو همین اوضاعه که در شب خبری میپیچه مبنی بر اینکه فرشته الله به دیدار محمد ابن عبدالله اومده و مژده آور خبری خوش شده. در قرآنی که 40 سال بعدش تدوین شده، این آیات در ابتدای سوره‌ای به نام الروم اینطور آورده شده: رومیان در جنگی که در سرزمین‌های نزدیک انجام شده در هم شکستند، اما این شکست چندان نمی‌پاید و به زودی رومیان پیروز خواهند شد. این پیروزی به یاری الله در اندک زمانی به دست خواهد آمد، چرا که همه امور به فرمان اوست و در آن روز قلوب مؤمنین از این پیروزی شادمان خواهد شد. الله هر کسی را بخواهد پیروزی می بخشد و اوست که مهربان و گرامی است. این وعده ای است که الله می دهد و او هرگز خلف وعده نمی کند. آیات نخستین سوره روم به خوبی چند نکته رو روشن میکنه. اول اینکه پیامبر اسلام، اعضای خانوادش و مریدانش همگی خودشون رو هم پیوند با رومیان و در نتیجه مخالف ایرانیان میدونستند. دوم اینکه اونا اخبار جنگ رو به دقت تعقیب میکردند و میدونستند که شکست رومیان به معنی شکست کار تجاری همه مکیان هم هست. سوم اینکه سوره روم به صراحت میگه الله پشتیبان رومیانه و به اونا کمک میکنه تا ایرانیان رو شکست بدند و این شکست هم ناشی از وعده تخلف ناپذیر الله دونسته شده. و چهارم اینکه تو این آیات قرآن به صراحت میگه که شکست ایرانیان و پیروزی رومیان قلوب مؤمنان رو شادمان میکنه. به این ترتیب کاملا روشنه که در دید مسلمانان خداوندشون دوست رومیان و دشمن ایرانیان بوده. تمام این مطالبی که از سوره روم گفتیم در تاریخ طبری هم به سادگی و وضوح تمام اما با شاخ و برگ های معمول مورخان اینطور اومده: رومیان و ایرانیان به سرزمین نزدیک پیکار کردند و رومیان منهدم شدند. این خبر به پیغمبر و اصحاب وی رسید. حادثه بر آنان سخت بود که غلبه گبران را بر رومیان اهل کتاب خوش نداشتند و کافران مکه خوشدل شدند و یاران پیغمبر را شماتت کردند و گفتند شما اهل کتابید و نصاری نیز اهل کتابند و برادران ایرانی ما بر برادران کتابی شما ظفر یافتند. و آیات نزول یافت و ابوبکر سوی کفار شد و گفت از غلبه برادرانتان بر برادران ما خوشدلی می کنید؟ به الله قسم که رومیان بر ایرانیان غلبه خواهند یافت و این گفته پیغمبر ماست. زمانی که محمد و یارانش اجازه بازگشت به مکه رو به دست آوردند به شدت تحت نظر بودند. اجازه خروج از مکه رو نداشتند و کاروبارشون رو هم از دست داده بودند. عده مسلمون ها هم اونقدر زیاد نبود و حتی کوشش محمد برای خروج از مکه و دیدار با سران شهر طائف در جنوب هم به ناکامی و زخمی شدنش انجامید و اون با زحمت بسیار موفق شد به مکه برگرده. در عین حال موضوع دیگه‌ای هم مطرح شده. به نظر میرسه که اشراف مکه با دیدن ضعف حکومت ایران تو اواخر عهد خسرو پرویز و ثروتی که کاروانداری داشته رفته رفته تصمیم میگیرند که خودشون جانشین کسایی بشند که به این کار مشغول بودند و حالا به بهانه جسارت به زیارتگاه مکه در تبعید هستند.
به عبارت دیگه، دعوایی که به زبان مذهبی انجام می شد در حقیقت ماهیتی کلن اقتصادی و اجتماعی داشت. به همین دلیل هم قید تبعید مسلمانان به شعب ابی طالب زمانی برداشته می شه که خدیجه و ابی طالب هر دو از دنیا می رند. این سالیه که محمد بهش سال اندوه می گه. تقارن مرگ این دو نفر و اتمام ایام تبعید نشون میده که دعوای اصلی اشرافیت مکه به رهبری بنی امیه با کاروانداران اصلی بوده و نه با محمد، چرا که فکر میکردند بدون پشتیبانی مهرهای اصلی یعنی خدیجه و ابی طالب کار خاصی از محمد بر نمیاد. اما درست زمانی که به نظر میرسه مسلمونا بازی رو باختند، محمد تصمیم بزرگی میگیره. حالا که رومیان با رقیبان مسلمانان کار می کنند، باید از مکه به سمت شمال برند و به کمین کاروانهایی که به سوریه می رند بشینند تا راه اونا رو قطع کنند. شاهرگ حیاتی که قطع بشه، پیروزی آسون به دست میاد. و یکی از معروفترین این حمله به کاروانها در آینده جنگ بدر هستش که اولین پیروزی مسلمانان هم به حساب میاد. سال 621 میلادی برخی از مسلمانان یثرب که دین خودشون رو پنهان کرده بودند، به بهانه زیارت سالیانه زیارتگاه کعبه به مکه میان و در دیداری محرمانه با محمد پیمانی میبندند که اگه محمد بتونه خودش رو به یثرب برسونه، اونا پذیراش میشند و سروری اون رو میپذیرند، هم ازش محافظت میکنند و هم به نام شمشیر میزنند. فقط در عوض این کار محمد ورود اونا رو به بهشت الله تضمین کنه. این پیمان به پیمان عقبه مشهور شده و این اعراب در تاریخ اسلام به انصار یعنی یاری کنندگان مشهور شدند. محمد 53 ساله بود که همراه با یکی از نخستین مسلمانان مکه یعنی ابوبکر شبانه و مخفیانه از مکه خارج شد. ابوبکر فرد مورد اعتماد محمد بود، کسی که دختر 6 ساله خودش عایشه رو در همون سال مرگ خدیجه به عقد محمد در آورده بود. مسلمون‌ها این کار محمد رو هجرت نامگذاری کردند و این سال یعنی سال 623 میلادی رو مبدأ تقویم خودشون قرار دادند. داستان محمد و ایرانیان در 10 سال اقامت اون در یثرب فرصت و حوصله دیگه ای می طلبه. اما این رو باید بدونیم که محمد با دلی پر از دشمنی با ایرانیان و آزرد خاطر از رومیان به دلیل تجارتشون با بنی امیه و خشمگین از مکیان و بنی امیه، از مکه به یثرب یا همون مدینه میره و دین خودش رو تقویت میکنه. پیروان اون بعدها با فتح مکه سرنوشت این شبه جزیره رو دگرگون میکنند و بعدها ایران و روم و بخش‌های زیادی از جهان رو تحت فرمان خودشون در میارند. با سپاس از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.